به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین خدایی که سوگند بر خامه کرد به خواندن بفرمود و هم نام کرد عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران عزیز شما و همه بینندگان تلویزیون شما روز جهانی زبان مادری را خدمت شما و خدمت همه همزبانان عزیزم که به زبان شیرین پارسی سخن میگویند تبریک عرض میکنم زبان فارسی یکی از زبانهای باستانی و غنی جهان است که آثار بسیار غنی در دل خود پرورده است این زبان در ابتدا از لحجه از زبان پهلوی که زبان آریایی بوده مشتق شده است یا زائده شده است و زبان پهلوی خود زائده زبان اویستایی است که کتاب اویستا متن مذهبی دین زردوشت و آن نوشته شده است ابتدای زبان فارسی تقریبا اوایل ظهور اسلام هست یعنی قرن ششم میلادی یا قرن اول هجری زمان است که زبان فارسی گسترش پیدا میکنه در سرزمین آریانا و آثار بجامانده از زبان فارسی هم مربوط به همین سال قرون اولیه اسلامی هست این زبان بعد از صدها سال در سرزمین آریانا یک زمان بسیار پهنه و گسترده وسیع داشته از هین تا آسیای میانه را در بر می و سلاطین هندی مهد پرورش زبان فارسی بوده در آنجا و جالب است که اولین فرهنگ ها و لغتنامه های زبان فارسی در سرزمین هند نوشته شده او زمان زبان رسمی سرزمین هین و سلاطین هین فارسی بود همین تا در آریانا تا اینه که در سال 1872 توسط جمعی از پژوهشگران و زبانشناسان بین المللی زبان فارسی به عنوان یکی از زبانهای باستانی جهان ثبت میشه در سه کشور به عنوان زبان رسمی مطرح است و به عنوان زبان رسمی کشور شناخته می کشور جمهوری اسلامی افغانستان کشور عزیز ما و همچنین کشور جمهوری اسلامی ایران و کشور تاجکستان در این سه کشور زبان رسمی زبان فارسی هست اگرچه لحجه ها متفاوت لحجه ایرانی لحجه دری افغانستان و لحجه تاجکستان در افغانستان در سال 1343 زبان فارسی به عنوان زبان رسمی کشور اعلام می شود و از اون روز تا حالا به عنوان زبان اول کشور مطرح است زبان فارسی رو چرا فارسی و چرا دری گفتن؟ سوال دیگری که مطرح اینه زبان فارسی را طبق تحقیقاتی که یکی از زبانشناسان مشهوری افغانستان جناب دکتر محمد حسین یمین کردن زبان فارسی در اصل ادامه زبان پهلوی پارتی بوده یعنی در ابتدا نام زبان بوده پارتی بعدا در ادامه چون یکی از ویژگی های کلمات و واجه ها اینه که تغییر میکنه یک حرفش تغییر میکنه پارتی تبدیل شده به پارتی با سه و کم کم پارسی هم تبدیل شده به پارسی و ایره که فارسی میگه به می خاطر پارسی و پس از اینه که اسلام ظهور کرده و اعراب در سرزمین افغانستان آمده چون آنها در ادبیاتشان و در زبانشان پی ندارن نتونستن پارسی بگوین لذا گفتن فارسی و دری طبق تحقیقات دکتر زبان نامش فارسیه نام زبان این سه کشور فارسیه. ولی لقبش و تخلصش دریه پارسی دری اینه که چرا پارسی دری گفتن دانشمندای زبانشناسی وجوه زیاد نقل کردن از این جمله گفتن دری مخفف دربار است چون این زبان زبان درباری بوده در ابتدا می گفتن زبان پارسی درباری بعدا کم کم اختصار کردن رو گفتن زبان پارسی دری و چی دیگه ای که نقل کردن گفته در اصل درعی بوده چون اکثر گویندگان این زبان در دره ها زندگی می کردن لذا گفتن زبان پارسی درعی و بعدها شده مخفف شده تخفیف شده شده دری. بعضی های دیگه گفته چون خیلی زبان شیرین است شبیه هست به صدای کاوک لذا اون رو کاوکی دری یا کاوکی زری و کاوکش حذف شده شده زبان دری اون که نقل کردن بعضی های دیگه گفته مخفف تخاری هست تخاری شده تخری بعدا تخری هم خیش حذف شده شده در... تری تری دال به دال تبدیل شده شده دری خب به هر صورت نام زبان پارسی هست و لقبش دری پارسی دری زبان به عنوان یکی از عناصر مهم و اساسی هویت جامعه انسانی است هیچ جامعه بشری بدون زبان هویت ندارد اگرچه عناصر دیگر در کنار زبان به عنوان عناصر سازنده هویت دخیل است مثل عناصر جغرافیایی عناصر دینی مذهبی عناصر قومی و نژادی ولی یکی از مهمترین و اساسی ترین عناصر هویت ساز جامعه زبان است در تهاجمات فرهنگی زبان گاه هدف قرار می گیره. یعنی دقیقا تهاجم بر زبان می شده که تهاجم زبانی می توانیم بگوییم که نمونه های در تاریخ هم دارد مثلا در زمان حکومت اوموی ها که بیشتر بر تسلط اعراب فکر می کردن، همینطور تسلط زبان عربی را هم مهم می دانستن. و در او زمان کوشش می که زبان عربی بر دیگر ملت ها تحمیل شود زبان رسمی دفاتیر و دواوین اموی زبان عربی بوده و حتی در مجالس عمومی سخن گفتن به زبان پارسی یا زبان های دیگر ممنوع بوده و هر کسی میخواسته صحبت کنه در مجالس عمومی باید به زبان عربی صحبت میکرد در خیلی از کشورها زبان مادری اصلا فراموش شده مثلا کشور مصر که زبان مادری اینها عربی نبود زبان دیگه ای بوده ولی بر اساس تهاجم یا بر اساس تحمیل زبان عربی زمان اونها عربی شد. در افغانستان یک تعداد فرهنگی های بوده شعرهای بوده که مانع شده زبان عربی زمان رسمی شود یا زبان مادری فراموش شود که می توان از فردوسی نام برد که فردوسی با شهنامه اش زبان فارسی را در مقابل تهاجمات عرب حفظ کرده خودش هم میگوید که بس رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی پی گندم از نظم کاخ بلند که از باد و باران نیابت گزن که هدف اصلیش هم داستان سرایی نبوده هدف اصلیش حفظ زبان پارسی بود در دوران معاصر روس ها و اتحاد جماهیر شوروی هم تلاش میکردن زبان روسی را بر جهان گسترش بدهند در خیلی از کشورها موفق هم شدند در تاجکستان الفبای روسی را به عنوان الفبای رسمی انتخاب کردن الفبای زبانشان که تا حالا هم زبان فارسی است و الفبای روسی داره نشر سریال ها و فیلم های خارجی که به زبان دیگر هست مثلا زب... به زبان ترکی زبان هندی یا در اون فرهنگ ها ثبت شده تأثیر بسیار زیادی بر فرهنگ داره در کنارش تأثیرات بر زبان هم داره از جمله می انتخاب نام ها را و نام جای ها را بیان کرد مثلا اگر یک سریال هندی یا ترکی باشد وقتی گویندگان یک زبان اون را ببیند و شخصیت های آن را بپسندد اون نام های ترکی یا نام های هندی را انتخاب میکند که نمونهش هم در جامعه ما دیده می شود کم و بیش و در اخیر راهکار حفظ زبان مادری و تقویه زبان مادری نخستین راهکارش این است روی زبان کار شود منابع زبانی و آثاری که در این زبان هست این آثار باید برجسته شود روش کار شود نوشته شود و همچنین دولت و وزارت فرهنگ وظیفه دارند که در مورد زبان کار کنند و از زبان و مرزهای زبانی حفاظت کنند که اگر دولت کار کند، وزارت فرهنگ کار کند که نگذارند های بیگانه وارد زبان شود. البته جلو، جلوگیری از ورود واجه های بیگانه کار سختی است. مخصوصاً در این عصر تکنولوژی و عصر ارتباطات داد و گرفت ها کم و بیش وجود دارد. ولی کوشش شود که زبان منفعل خ... تنها نباشد، تنها متاثر نباشد که زبان ها زبان از و... های دیگر واژه بگیرند بلکه کوشش شود که خودش هم تقویه شود مخصوصا تقویه علمی تقویه فرهنگی شود جامعه تا بتواند که های از این زبان هم به زبان های دیگر صادر شود راهکار دوم همان تقویه فرهنگی و علمی هست ما اگر از لحاظ علمی و لحاظ فرهنگی قوی شویم می توانیم زبان خود را توسعه این گسترش بده اگر اختراعی در سرزمین فارسی زبانان شود دقیقا نامش را فارسی میگذارد و این نام ماندگار خواهد شد همان طوری که اختراعاتی که دانشمندان عرب زبان دانشمندان اسلامی داشتند و اون اختراع را کردن تا امروز اون اصطلاح عربیش باقی مثلا علم الجبر علم الجبر که در بین مسلمانان اختراع شده نامش همان نام عربیه یا لوگاریتم را میگوید در اصل الخارزمی بوده بعدن الگارتمی شده و شده لوگاریتم یعنی این اصطلاح و اکثر اصطلاحات علم اناتومی عربی هست چون در بین عرب به وجود آمده امروز هم اگر ما اختراع علمی کشف علمی داشته باشیم این زمینه رو مساعد میکنه که زبان ما هم گسترش پیدا خب در اخیر دعا میکنم که خداوند همه فارسی زبانان را و مخصوصا باشندگان وطن عزیز ما را از همه مصائب و بلاها محفوظ بدارد و ان الله که شادکامی و خوشحالی را نصیب همه وطنداران عزیز ما بکند